بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بين دقار محترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدوار السمك جر صحة صلحة البشين وخوش أستمد الحلقة هاي درسي وتابع أخلاق إنسان مؤمن ومسلمان از طریق ازی رسانه ها و یا از طریق ازی سیدی ها تقدیم میشه باز هم با شما در درس اخلاق قرار داریم به این شکل نیز بینندگان محترم که در درسهای های گذشته ما در رابطه با تعریف اخلاق و اقسام اخلاق و همچنان مصادر اخلاق اسلامی صحبت مفصل کردیم و این مصادر اخلاق اسلامی را که در قرآن مجید و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنان اجماع امت که در سیرت اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم جستجو میکنیم یک و یک بیان شد و ما دیدیم که چه قسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم من حیث نمونه اخلاق برای ما شما من حیث یک پیشوا و قدوا و الگو قرار دارند چه قسم واقعا اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلام با پیدایی کاملشان از پیغمبر توانستند که اخلاقیات و ارزش های اخلاقی و فضایل اخلاقی را در خود یک کا یک پیاده بکنند و تا حد اندازه که اونا توانستند که رضایت و خوشنودی الله جل جلاله را و حتی بشارت دادن ایشان به جنت دی دنیا قبل از آخرت کسب بکنند ولیکن زمانی که ما شما در حیات و زندگی امروزی خود نظر اندازی می کنیم چه در وطن فقیر زده خود ما و شما باشه و یا چه در دیگر از کشورهای اسلامی اگر ما و شما یک نظر اندازی عمومی بکنیم با کمال تاسف بگوییم که او اخلاقیات و او ارزشهای های اخلاقی و او فضایل اخلاقی که در جامعه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشکیل داده دا بود او همکاری و تعاون بین افراد او صبر و تحمل او عف و, و درگذری او صدق و امانت و بالاخره او عیسار قربانی که اصحاب پیغمبر با, با همدیگر داشتن با کمال تعصب بکویم امروز در جوام ماوشما بی حد کمرنگ شده و حتی گفته میتوانم که برخی از ای ارزشهای اخلاقی به کلی از جوامع ماو شما کوچ کرده فقط میخواستم که در رابطه به میمه معلومات و یا روشنی بندازم که چی سبب شد و یا چی دلیل است که امروز ما الحمدلله به الله جل جلو ایمان داریم به آخرت ایمان داریم قرآن مجید الحمدلله به قسمی که در لحم محفوظ الله جل جلو ثبت کرده بود و به قلب پیغمبر او را نازل کرد و به مو شکلش امروز به دسترس ما قرار داره و کوچکترین تغییر و تحریف دور و نما نشده سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلام اگر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلام امروز در بین ما و شما وجود فیزیکی ندارن ولیکن که الحمدلله اقوالشان کردارشان تاییداتشان یک و یک الحمد برای ما و شما رسیده هر لحظه حیات و زندگی پیغمبر برای ما و ثبت شده و امروز الحمدلله به دسترس ما شما قرار داره و ما از حیث این مصادر هیچ گونه کمی و کاستی نداریم ولیکن چی دلیل است که امروز ما نمیتونیم که ورزش های اخلاقی و او فضایل اخلاقی قرآن میایه ما و شما را ارشاد و راهنمایی میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلام میایه او را در حیات و زندگی خود تطبیق میکنه و ما و شما را به او ارشاد و راهنمایی میکنند و اصحاب پیغمبر بالفعل او را در حیات و زندگی خود پیاده کرده خوشی و سعادت دنیا و آخرت کسب میکنند چرا امروز در ما و شما فضایل و ارزش ها وجود نداره؟ آن چیزی که در این رابطه گفته میتونیم بینندگان محترم یکی همین است که با کمال تعصب بگوییم که امروز ما شما ارزش های اخلاقی روش و سلوک اخلاقی خدا که از فضایل و ارزش های اخلاقی میباشه با کلی ما و شما این چیزها را یک چیز سانوی در حیات و زندگی خود فکر کردیم یک عمل شخصی فکر کردیم یعنی به این که ما و شما اخلاقیات خدا ارزش های اخلاقی و یا فضایل اخلاقی خدا با ایمان و عقیده خود و با عباداتی که انجام میتیم و با مکلفیتی که در جامعه در پیاده کردن از این ارزش ها داریم هیچ وقت ما و شما در رابطه با ارزش های اخلاقی و فضایل اخلاقی و امور اخلاقی به این نظریه و به این گمان نبودیم همیشه زمانی که گب از اخلاق زده میشه اخلاق در یک درجه سانوی در جامعه قرار میگیره گویا افراد ایتو فکر میکنن که روش های اخلاقی و سلوک اخلاقی عبارت از یک امر شخصی است که مربوط به خودم میشه اگر انجام دادمش خوب اگر انجام ندادمش هیچ کدام مشکل نیست اما یکی ارزش اخلاقی و ایمان ایمان ما ارتباط داشته باشه در ایمان ما کدام تاثیر داشته باشه ای رضایل اخلاقی در عبادت ما کدام تاثیر منفی داشته باشه در ایمان ما کدام تاثیر منفی داشته باشه قطعا تن در این رابطه نه ما شما توجه کردیم و نه حتی در رابطه با این فکر کردیم که ارتباط اخلاق با ایمان و عقیده ما شما چه می باشه ارتباط اخلاق با عبادات ما و شما چی هست و بالاخره ارتباط اخلاق در رابطه با معامله و تعامل ما با افراد جامعه چی می باشه این از همین جسته که با کمال تعصف بگویم که ارزش های اخلاقی یک یک در ما و شما کوچ کرده چرا امروز ما تو فکر میکنیم که ارزش های اخلاقی یک امر ثانوی و شخصی انسان است که متعلق به خودش است اگر پیاده کرد خوب اگر پیاده نکرد کدام اشکالی نداره و یه چیز بینندگان محترم که کدام ادعا نیست و ما شما با چشم مثل زمانی که با افراد جامعه در تماس میشیم و بالاخره برخی از رضایل اخلاقی و یا سلوک های زشت و بد دونا ما شما مشاهده میکنیم بالاخره در جواب ما و شما میشنویم از بسیاری از برادرهای مسلمان خود چی مرد باشن و یا چی هم زن باشن زمانی که یک یک ارزش اخلاقی را در خود پیاده نمیکنه و یا زمانی که به یک رزیله اخلاقی گرفتار میشه و هر زمانی که یک انسان پیدا شوه و او ارشاد و راهنمایی امر بالمعروف و نهی از منکر برایش بکنه بینه که ما شما در جواب چی می شنویم بینندگان محترم و این چیزیست که همه ما شما ایرا شونه دگیستیم و شاید بسیاری کسای ما و شما هم به خاطر اینمی هدف ما و شما به این رابطه جواب داده باشیم به طور مثال یک نفر ما و شما میبینیم که دروغ میگن. در دروغ آغشت است یک نفر میبینه که خیانت میکنه یک طرف یک نفر میبینه که عفت و پاکدامنی نداره یعنی عفت چشم نداره عفت زبان نداره زمان کنا ما ارشاد و رهنمایی به عفت زبان و عفت چشم و عیفت دست میکنیم ارشادو راهنمایی به راستی میکنیم به نیکو کاری میکنیم در جواب برای ما میگه که مهم است که قلب انسان پاک باشه مهم است که قلب انسان پاک باشه یعنی به با این معنی زمانی که قلب تو پاک باشه ای که روش و سلوک تو هر چیز می باشه این روش و سلوک تو با آن چیزی که در قلب است هیچ کدام تحصیل نداره مادامی که قلب ما پاک است اگر ما دروغ میگم کدام اشکال نداره مادامی که قلب ما پاک است اگر استهزا و می میکنم هیچ کدام اشکال نداره مادامی که اگر قلب ما پاک است و دست ما عفیف نمی باشه هیچ کدام اشکال نداره پس نمی مفهوم غلط و برداشت غلطی را که ما شما از قلب پاک کرده و خود بازی میتیم و روش و سلوکیات خدا با آن چیزی که انگیزه ها و تمایلات داخلی ما و او را ارتباط نمیتیم واقعا اینمی یکی از برداشت های غلط هست یک برداشت های نادرست است که امروز افراد جامعه از امور اخلاقی و سلوکیات اخلاقی کردگی و به می جهت است که امروز از از ها و فضایل اخلاقی بدور دور پس به این اساس بینندگان محترم زمانی که ما تو میگیم قلب ما پاک باشه یعنی هدف از اونا است که این یعنی مادامی که ما به خدا ایمان دارم به پیغمبر ایمان دارم مادامی که ما به یک چهار پنجکات پنج نماز می خوانم دیگه خلاص امورات به اصطلاح اخلاقیات و شای اخلاقی یک چیز است که هیچ کدام تاثیر در عبادت و در ایمان ما نداره ولكن ما باش يبين لك على المحترم قسمی ما شما در ابتدای درس های اخلاق گفتیم که اخلاق یک بود معنوی داره هر زمانی که ما شما اخلاق میگیم اخلاق نمی روش و سلوک اخلاق نمیگن مشکل ما شما اینجاست که ما شما از خود اخلاق برداشت غلط کردیم امروز اکثر کسار پسانی که اخلاق عبارت از چیز میگه اخلاق عبارت از همون روش و سلوک انسان است در حالی که ما گفتیم بینندگان محترم اخلاق روش و سلوک نیست بلکه روش و سلوک ما تو نمایانگر اخلاق ما و تو می باشه روش و سلوک ما و شما نمایانگر اخلاق ما و شماست اخلاق یک چیز دیگه است لیکن آن چیزی که ای اخلاق نمایان می سازه، آن چیزی که اخلاق برملا می سازه و آن چیزی که اخلاق برای ما بیان میکنه و روش میسازد. این همی روش و سلوک ما و توست پس مادامی که اخلاق یک بود باطنی داره یک بود وشلا داخلی داره و یک بود روانی داره و ما و شما گفتیم که این بود داخلی عبارت از اون تمایلات و انگیزه های هست که در نهاد ما و تو می باشه و هر روش و سلوک که از ما و شما سر می ارتباط مستقیم بین همی انگیزه ها و تمایلات داخلی ما و شما داره شما تو فکر نکنین که روش ها و سلوک های ما از انگیزه های داخلی ما و شما جدا نه بلکه حقیقت انسان عبارت از مباد داخلی انسان می باشه که یکی از این ابعاد نفس انسان است و نفس انسان عبارت از قوه است که دو تمایلات خیر، تمایلات شر، تمایلات زشتی، تمایلات نیکی، تمایلات خوبی و تمایلات بدی هر دو در این نفس انسان جا بجا شده و الهام شده. و هیچ چیز جل در قرآن از شان مشان و ما و شما و نفس و سواها فالهمها فجورها و تقواها بنفس نفس و ذاتی که نفس آراسته کرد پس الهام کرد به این نفس همین قوه نفسانی که در ما و وجود داره که از داخلی فالهمها فجورها وتقواها تقواها پس الهام نفس هم هايشة وتقواها و تقواها و هم پس هر عملی را که ما شما انجام میتیم ای عمل ما شما ارتباط و مستقیم با انگیزه ها و تمایلات داخلی ما شما دارد پس به این جهت هیچ وقت به این ما شما دل خدا خوش نکنیم که هر زمانی که اعمال ما شما زشت می باشه، هر زمانی که اعمال ما شما بد میباشه باشه هیچ وقت به این دل خدا خوش نکنیم که درون ما شما پاک است نه متوجه باشین که اعمال زشت و اعمال بد و رضایل اخلاقی ای دلالت به تعفن و کثافت و نجاست داخلی ما و میکنه ای که ما تو دل خدا خوش میکنیم که عمل ما زشت است میگیم دل ما پاک است نه از دل پاک عمل پاک صادر میشه از قلب قلب ناپاک و نجس عمل نجس و ناپاک صادر میشه پس به این اساس است که مادامی که ما شما بین آن چیزی که روش و سلوک های اخلاقی است و بین آن چیزی که انگیزه ها و تمایلات داخلی ما و شما بین هر دوی از اینا ما و شما تفکیک کردیم پس ما و شما دیگه فکر نکردیم که این اعمال زشت و بد ما شما از عدم وجود عفت دست از عدم وجود عفت زبان از عدم وجود عفت چشم از عدم به وجود راستی و صداقت در ما این دلالت بر حقیقت دمو انگیزه ها و تمایلات زشت ما می که در نهاد ما و شما زبانه زده و بالاخره اثرات از ما و شما در روش و سلوک خود مشاهده میکنیم پس به یقین بدانیم بینندگان محترم که اعمال زشت و اعمال بد که از جمله از او هم یکی رضایل اخلاقی می در حقیقت کل از این نجاست ها و پلیدی های معنوی می باشد اعمال نیکو کارهای نیکو که در سرخط از او فضایل و ارزش های اخلاقی قرار داره متوجه باشین که همه یزی اعمال نیکو عبارت از امو پاکیزگی های است که انسان مؤمن و مسلمان مکلف است که انجام بده پس هر زمانی که ما شما در اعمال خود رضایل اخلاقی را مشاهده میکنیم پس به یقین بدانین که تمایلات و انگیزه های شما نجاستش زیادتر شده تعفنش زیادتر شده که اثرات از در روش و سلوکتان مشاهده می کنین. پس به این خاطر هیچ وقت نوید که دل ما پاک باشه و عمل ما زشت باشه هیچ کدام اشکال نداره و به می خاطر است که انشالله و تعالی در حلقه های آینده که در مورد اخلاقیات ما و شما صحبت میکنیم صحبت ما و شما در رابطه با ارتباط ایمان و عقیده با اخلاق است ارتباط عبادات ما و شما با اخلاق می باشه و ارتباط معاملات روزمره ما و شما با افراد جامعه امرای اخلاقیات ماست که تا ما بفهمیم که ایمان و عقیده و عبادت و اخلاق، عبارت از سه قوه هست، که انسان به حد تکاملش میرساند. هر قدر که انسان به این قواه ها تمسک بجویه به مو اندازه انسان به طرف کمالش به طرف تکاملش نزدیک شده میره. هر قدر که ایسی قوه در انسان بیشتر و زیادتر باشه قوت ایمان قوت عبادت و قوت اخلاق به مو, اندازه و انسان به تکاملش و کمال انسانیتش نزدیک است و به عین شکل به هر اندازه که انسان در این قواه ها ضعیف می باشا, در این قوه ها ناتوان و کمزور می باشه و این قوه ها در انسان کمرنگ می شه به مو اندازه انسان از تکامل انسانیت خود به دور می به مو اندازه انسان از کمال انسانیت خود به دور می پس به این ای اساس بینندگان محترم که ما و شما باید بفهمیم که بین ایمان و عقیده و بین اخلاق و بین اخلاق و ایمان و عقیده ارتباط مستقیم و ارتباط مستحکمی وجود داره که حتی گفته میتونیم که یکی لازم و ملزوم دیگری باشه پس هر زمانی که ما تو فهمیدیم که بین ایمان و بین اخلاق ارتباط مستقیم داره پس هر زمانی که ما تو اخلاق ما زشت می باشه پس دیگه خود خود خوش نکنیم که ایمان ما تو قویست دیگه نه چرا از ایمان قوی هیچ وقت اخلاق زشت سر نمیزنه از ایمان قوی اعمال نیکو و اعمال صالح سر میزنه و این از این جهت است بینندگان محترم زمانی که ما و شما در قرآن از شان مراجعه میکنیم یکی از مواقفی که ارتباط مستقیم ایمان با اخلاقیات روش های اخلاقی و سلوک اخلاقی ما و شما میته یکی هم آیات متعدد قرآن از شان است که در بسیاری آیات هر زمانی که الله جل جلو ایمان ذکر می میکنه در پهلوی ایمان عمل صالح را هم ذکر میکنه نجات و فلاح و رستگاری انسان سعادت و خوشبختی انسان کامیابی انسان و حیات مرفه در این دنیا برای انسان همه یزی در گروه ایمان و در گروه عمل صالح میباشه یعنی آیات قرآن از این مشاره اگر ما شما تلاوت بکنیم و نظر اندازی بکنیم در هر جایی که فلاح و رستگاری انسان ذکر شده در هر جایی که انسان مستحق جنت شده در هر جایی که برای انسان اجر و ثواب پاداش بی حضیات داده شده در هر جایی که برای انسان خیر و برکت بی حضیات الله برایش بیان کرده دو مقام ها الله جل جلاله ایمان و عمل صالح را با هم یک جای ذکر کرده به طور مثال زمانی که الله جل جلو در رابطه با انسان های مومن و مسلمانی که مستحق جنت های فردوس شدن جنت های فردوس برات از جنت های هست که سقف از او عرش الله واحد و یکانه می باشه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم می که هر زمانی که شما از الله جنت می جنت فردوس طلب بکنیم تماما انهار جنت از جنت فردوس سرچشمه می گیره. الله جل جلاله در آخرين آيات آیات سوره الكهف مي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا هر إيمان ایمان آورد و إيمان عمل صالح را انجام داد برای از انها فردوس مهیا شده برای کسانی که خداوند اجر و حد زیاد می پاداش انقطاع نظره اونا کی ها می باشند کسایی که ایمان دارند و عمل صالح را انجام می زمانی که الله جل جلو در سوره تین در مورد خلقت انسان ها برای ما شما خبر می و برای ما شما پروردگار عالم بیان می که انسان به بهترین قامت ما پیدا کردیم این انسانه انسانی که اشرف المخلوقات پیدا شده اینمی انسانه انسانی که خداوند کرامتش داده اینمی همین انسانی که خداوند عزتش داده اینمی انسانی که تمام از این کائنات از آسمان و از زمین و از ستاره ها و از آفتاب و از مهتاب و ابحار و همه آن چیزی که ما می بینیم براي نمى انسان پیدا کرده بالاخره نمى انسان خداوند جل جلو در سوره تین برای ما و شما می فرماید که ثم رددناه اسفل سافلین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين این همی انسان بعد ذو خداوند جل جلاله به پستلین مخلوقات خداوند جل جلاله این همی انسان را چی میکنه رد میکنه و برمیگردانه چرا زمانی که انسان به کمال انسانیت خود نرسید ولیکن اینهظمی امر کی مستثنا می باشه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح را انجام دادند پس اونها کسایی هستند که این زمین برگشتن به فرومایترین فرومایگان اونا نجات میافن فقط کسایی هستند که ایمان و عمل صالح دارند پس برای از اونها الله جل جلو اجر و پاداش بی حد زیاد و بی پایان را برایشان نصیب میکنه و با این شکل بینندگان محترم زمان که ما شما در سوره والعصر میریم و الله جل جلو قسم یاد میکنه که انسان من حیث انسان در خسران زیان است هر انسانی که باشه یگانه انسان هایی که از این خسران زیان نجات میافند فقط این همی انسان هایی هستند که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات بگر کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح را انجام دادن والعصر ان الانسان لفی خسر قسم است به که با یقین انسان در خسران و در زیان است هر انسانی که باشه مگر یگانه انسان هایی که از این خسران و زیان نجات میافند کسایی هستن که ایمان و عمل صالح پس هدف ما چی از بینندگان ما هدف ایست که در تمام نزیعات که من حیث نمونه ما ذکر کردیم در میابیم که نجات انسان فلاح و رستگاری انسان اجر و ثواب انسان کامیابی انسان خوشبختی انسان در گروه ایمان و عمل صالح است. عمل صالح چی را میگن؟ عمل صالح عبارت از هر آن چیز است که الله جل جلاله ما شما را به او امر کرده و عمل صالح برات از هر آن چیز است که الله جل جلاله ما شما را از اون نهی کرده خودداری میکنیم و امر کرده او را انجام میدیم و هدف ما رضا و خوشنودی الله جل و می باشه این میره به نام عمل صالح یاد میکنن پس بیاین ببینید که الله ما شما را به چی امر کرده ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتا ذی شما را امر میکنه به عدل به احسان نیکوکاری و با دادن مال به خیشاوندان بین که تمام از جمله فضایل اخلاقی هست یا نیست ارزش های اخلاقی می باشه نه و در سرخط تمام اعمال صالح هم متوجه باشین که فضایل اخلاقی و ارزش های اخلاقی قرار داره پس به این جهت ما و شما گفته بتانیم که یکی از مهمترین مواقف ارتباط ایمان با اخلاقیات ما و شما عبارت از ذکر آیات حضرت قرآن مجید که همیشه ایمان با عمل صالح برای ما شما یک جای ذکر کرده و با یک جای ذکر کردن از برای ما شما میرسانه که ایمان با اخلاق و اخلاق با ایمان ارتباط مستحکم با هم دیگر دارند و از هم گسوستا نیستند بلکه یکی لازم و ملزوم دیگری می باشه. چرا به جهت ازیک از الله جل جلاله فلاح و رستگاری انسان در گروی هر دوی از این چیز برای ما شما بیان کرده و به این شکل بینندگان محترم زمانی که ما شما در دعوت انبیا علیهم السلام نظر اندازی می در می که یکی از مهمترین اهداف دعوت انبیا السلام عبارت از بیان قواعد و مبادی و اصول است که روابط ذات البینی را بین افراد جامعه تنظیم و ترتیب میکنه یعنی به این زمانی که ما شما در کتاب های عقاید اسلامی مراجعه میکنیم و در بخش نبوات زمانی که یکی از اهداف بیست انبیاء علیه السلام برای ما شما بیان میشه علمای ما که خدا برایشان اجر و پاداش عظیم نصیب بکنه یکی از امورات را که برای ما و شما بیان میکنم در رابطه اهداف بیست انبیاء علیه السلام یکی هم ای است که انبیاء علیه السلام از جانب الله جل جلاله برای ما و شما قواعد مبادی اصول را بیان میکنه که بین امی قواعد و مبادی و اصول ما و شما روابط ذات البینی را در جامعه و افراد جامعه تنظیم و ترتیب میکنیم ما من حیث یک انسان تنها زندگی کرده نمیتونم ما من حیث یک انسان با هم خود ضرورت دارم چی هم نویم در خانواده باشه و یا هم چی در جامعه باشه پس ما با این افراد جامعه چی قسم تعامل داشته باشم که تا سعادت و خوشبختی خود در خانواده و در جامعه کسب بکنم این همی قواعد و مبادی و اصول توسط انبیاء علیه السلام برای ما, ما بیان میشه و اکثریت از این قواعد مبادی و اصول که در رابطه با ارتباط بین افراد جامعه برای ما شما بیان میشه اکثریت از این متعلق به چی است متعلق به نمی ارزش های اخلاقی است که ما امرش شد کرده شد کردش نیم که باید دور انجام بتیم و متعلق به نمی رضایل اخلاقی می باشه که ما شما از اون نهی شدیم که باید دور انجام نتیم پس به این اساس این قواعد و مبادی و اصول که ارتباط مستقیم با ارزش های اخلاقی و رضایل اخلاقی در تأمین آرامی و امنیت در جامعه میان یعنی افراد جامعه از طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم توسط قرآن مجید و یا احادیث بیان شده چی وقت نمیتونم که این قواعد و مبادی و اصول در ارتباط خود با افراد جامعه پیاده بکنم و تطبیق بکنم زمان میتونیم بینندگان محترم که در ما ایمان و عقیده دا وجود داشته باشد چرا ایمان و عقیده شرط اول تطبیق اینمی قواعد و مبادی و اصول است که پیغمبر صلی الله علیه و سلام از جانب الله جل جلاله آورده است پس ما که الاعیاذ بالله یک انسانی که به خدا ایمان نداره یک انسانی که به قرآن ایمان نداره یک انسانی که به پیغمبر ایمان نداره و او چه قسم میتونه که ارشادات و راهنمایی های الله جل جلاله در قرآن مجید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احادیث گهربار بار خود برای ما کرده در رابطه با اینکه چه قسم ما ارتباطات خدا بین افراد و جامعه تنظیم و ترتیب بکنیم چه قسم ما میتونیم که قواعد مبادر و اصول پیاده بکنیم در حالی که در ما و شما ایمان و عقیده وجود نداره پس به اساس گفته میتونیم بینندگان محترم که از خلال آیات و قرآن مجید و از خلال آن چیزی که هدف بعثت انبیاء علیه السلام برای ما شما بیان شده ارتباط مستقیم بین ایمان و عقیده و بین امور اخلاقیات ما وجود داره و یک ما شما اخلاقیات و سلوک روش خدا از امورات ایمان خود جدا فکر میکنیم و بالاخره فکر میکنیم که اخلاق چیز است و ایمان عقیده چیز دیگه است این برداشت غلط از بینندگان و محترم که ما و شما از ایمان و عقیده و آن چیزی که هدف شریعت اسلام می باشه ما و شما ای برداشت کردیم پس به اساس ان شاء الله تعالی در حلقه آینده و در سایه آینده ان شاء الله تعالی در مورد ارتباط إيمان با عقيدة وأخلاق انسان ارتباط اخلاق با عقيدة وإيمان انسان مؤمن ومسلم أس از خلال احادیث پیامبر الله عليه وسلم سلام خلال از إيمان در اخلاق چه تاثیر وأخلاق و اخلاق در ایمان چه صحبت ان شاء الله تعالی صورت الله جل جلاله ما شما توفيق توفیق به اعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤسسه هنری پیمان فلم در نظر دارد تا برنامه های متعدد اسلامی را به شیوه استدیوی تحت نظر همین علمای کرام تولید نموده و در خدمت تمام رسانه های داخلی و نیز از طریق رسانه های اینترنتی در خدمت تمام مسلمانان جهان قرار دهد. پس در این امر خیر با ما همکار شده و زمینه تولید برنامه های اسلامی را مساعد سازید. اداره مؤسسه هنری پیمان فلم حمل 1392 شماره های تماس 0771 28 و همچنان 0786-170-996 سکایپ ما پیمانفلم .co. در فیسبوک نیز ما را با نوشتن پیمان فلم به فارسی دریابید در یوتیوب فقط کافی است بنویسید پیمان فلم و همچنان رادیوی اینترنتی و 24 ساعته پیمان را از طریق اینترنت به شکل آنلاین فراموش نکنید در ضمن این همه سایت اسلامی پیمان هم در خدمت شما هست www.islampayman.com در این مسیر خیر با ما همکار باشید